با سلام، سری برنامه‌های تازه نام‌ها و یادها و این بار در آستانه سالگرد تأسیس رادیو در ایران، چه کسی بهتر از خانم آذر پژوهش. خانم پژوهش، ضمن تشکر از پذیرش دعوت برای حضور در 4 برنامه نام‌ها و یادها، عجولانه قبل از اینکه به هر چیز پرداخته باشم، از جمله شخصیت و فعالیت‌های شما، رادیو برای شما چه بوده و چه است؟ رادیو برای من همه زندگیم، همه عمرم بوده. اصلا مثل بچه ای هستم که تو رادیو به دنیا آمدم. من وقتی که اولا بهتون بگم، من 5 سال و نیمم بود که پشت میکروفون رفتم. اون میکروفون رادیو نبود، ولی مدرسه بود و من اون موقع هنوز خوندن نوشتن بلد نبودم. مادرم در مدرسه فردوسی تهران اون موقع درس میداد، من اونجا رفته بودم و جشن پایان سال تحصیلی مدرسه بود. دکتر آذر، وزیر وقت فرهنگ دوران دکتر مصدق، دعوت داشت به اون جلسه و یه شعر پروین اعتصامی رو، اشک یتیم، یادمه، کودکی کوزه ای شکست و گریست، این رو به من یاد داده بودن و من حفظ کرده بودم. مثلا نمیتونستم بخوندن نوشتن، هنوز نمیتونستم، و من این شعر رو در اون جشن دکلمه کردم و بسیار مورد تشویق قرار گرفتم. و میخوام بگم این اولین فعالیت رادیویی من باید باشه. بسیار آغاز خوبی بود. یه دونه گلدون نقره‌ام جایزه گرفتم به خاطر این مسئله از شخص وزیر. بسیار آغاز درستی است، اونقدی که من شما رو میشناسم. ولی قبل از اینکه اصلا بیایم به رادیو در آستانه سالگرد که گفتم 4 اردیبهشته و هنوز 1 هفته وقت داریم، دلم میخواست از خودتون و خانوادتون بشنوم، برای اینکه نامه های زیادی در این خانواده است. بله، من پدر و مادرم هر دو در شهر توسرکان به دنیا آمدن، در غرب ایران. مادرم از خانواده شیخ عماد شیخ الاسلام ملایریه و پدرم هم از نواده های عباس میرزا شاهزاده قاجار. و اینها چرا در توسرکا بودن؟ اینا در یه قلعه به دنیا آمدن. داستانش هم مفصله که البته الان از حوصله این برنامه خارجه، ولی به شما میگم که محمد شاه گویا چند تا از برادرانش رو فرستاده بوده، زندانی کرده بوده در این قلعه که خسرو میرزا و ایرج میرزا و اینا بودن و به اصطلاح یدالله میرزا که پدر پدر من بشه. و اینها همه حدود 60-70 نفر بودن که با املاک داشتن در اونجا و با رعایاشون در اونجا بودن و اینا صبح زود در قلعه رو باز میکردن، میتونستن از قلعه بیان بیرون، از 3 بعد از ظهر هم باید میرفتن توی قلعه. البته اینا چیزاییست که من شنیدم، من که نبودم اون موقع. پدر و مادر من فامیل بودن با هم، یعنی هر کدوم نوه دوتا خواهر بودن، این دوتا با هم ازدواج کردن. بنابراین یک سر خانواده من باز هم به قاجاریه وصل میشه، مادر و پدر. و اینها البته اختلاف سنی هم داشتن با هم، یه 17-18 سالی. به هر حال پدرم در سن 16 سالگی از قلعه خارج میشه، یعنی تا اون موقع اینا همه اونجا بودن. تحصیلات پس کجا هم؟ در همون قلعه اینا حتی تحصیل در همونجا بوده. و میدونید که اینا خودشون، مثلا پدر من وقتی میاد از اونجا بیرون، زبان فرانسه رو خیلی خوب میدونسته. حتی اینا همه همونطوری به هم درس میدادن، ادبیات کار میکردن. از اونجاست که شما فرزندانتون رو همه در مدرسه رازی گذاشتن. بله، و الان هم حالا خواهیم رسید. بله، البته مادر من در اصفهان، بعدها که میاد بیرون میره به اصفهان و اونجا در مدرسه، یه مدرسه بود که به اسم بهشتاین، مدرسه انگلیس ها در اصفهان، که مادرم در اونجا تحصیل میکنه و
یکی دو سال مادر من سنش از ملکه ثریا بزرگتر بوده، ولی با هم نزدیک بودن و گویا که باهاش انگلیسی هم کار میکرده، چون ایشون آلمانی بوده و آلمانی زبان و فارسی زبان به هر حال. و خلاصه مادر من از اونجا زبان انگلیسیش خیلی خوب بوده و وقتی از اون مدرسه میاد بیرون که میاد تهران انگلیسی هم درس میداد. به هر حال پدر منم میاد به تهران و بعد میره دنبال داروسازی و طب و این حرفا و بعد ول میکنه، اینا میرن به کلی به کار فرهنگی و میرن به مأموریت پیدا میکنه پدر من در شهر خوی و میشه رئیس همون جایی که من دنیا آمدم و میشه ایشون رئیس فرهنگ خوی. البته مفصل داستان پدر من آقای زریاب خویی، البته کتابش یه روز دکتر آموزگار به من داد، من از این کتابم بی اطلاع بودم، مفصل راجب این چیزا نوشته، راجب پدر من، راجب خانواده، راجب اینا، چون خود ایشونم در اون موقع که پدر من وزیر رئیس فرهنگ بوده ایشون معلم بوده در شهر خوی و مفصل این مسائل رو نوشته که چیزیست. به هر حال من در اونجا دنیا آمدم و یه برادر کوچیکم بعد از من دنیا آمد و متاسفانه چون من در سال در 8 آذر 1319 به دنیا آمدم، میشه 29 نوامبر 1940 بحبوحه جنگ و اشغال آذربایجان و ایران، مسائل خیلی ایران پیچیده و مسائل زیاد و پدر من آدم خیلی وطن پرستی بوده اینطور که میگن، حتی مثلا فعالیت های چون ایران اشغال شده بوده فعالیت های مخفی هم میکردن، یه گروهی که آقای چیز زریاب خویی اینا رو مفصل همه رو نوشته. به هر حال پدر من یکی دو سال بعد، یعنی بعد از تولد من، نزدیک 3 سالگی من مسموم میشه. البته از خوی و اینا رو مرتب جابجا میکردن، یعنی یه جا نمیذاشتن بمونن، از اونجا مثل آلت تبعید، از تهران تبعید به خوی، از خوی تبعید به گرروس و بیجار و نهایتا در گرروس و بیجار پدر من فوت میکنه و گویا مسموم میشه. به هر حال روحشون شاد. خانم پژوهش، با این مقدمه که البته من هم بخشش رو میدونستم بخشش نه، میپذیریم که چگونه میشود آذر پژوهش نوجوان که حتی باید بگم خردسال خیلی سریع به آغوش فرهنگ رفت. بله. اما نسل من قبل از من و بعدها بعد از من شما رو در رادیو شناختن. بله. با دو موضوع که خیلی هم موازی هم حتی نیستن، چه برسه که یک جور باشن، شعر و سیاست و خبر. بله. طبیعی است که اجازه بخوام ازتون که اول با شعر شروع کنیم، چون من صدای شما رو از اون دوره به یاد دارم. بله. چه شد که شما به طرف شعر رفتید؟ خب من اصولا قلم خوبی داشتم، وقتی مدرسه می رفتم انشا خوب می نوشتم. می دونید انشا یه درس سختیه برای بچه ها که دوست نداشته بود. بله. من روی یک موضوع انشا 3-4 تا انشا برای دوستانم هم می نوشتم و این تقریبا یه جور کار ژورنالیستیه، میدونید از همون زمان طنز حادثه. من هم یکی دو نوبت کردم و انشایی که برای دوستام نوشتم اونا نمره بیشتر از مال من گرفتن. دقیقا و من دست به قلم بودم، شعر رو دوست داشتم، شعر رو اصلا رفتم به طرف شعر دوست داشتم و خیلی هم تشویق میشدم از طرف خانواده. پدر بزرگ و دو تا پسر بزرگا خیلی منو تشویق میکردن، مادرم همینطور، همه همینطور و به هر حال شعر جزء زندگی من شد. ولی چطور شد که در رادیو؟ دقیقاً. بله. یعنی اول که برای شعر نرفتی؟ نخه من اصلا از اول در رضایه گفتم که من با خانواده عموم رفته بودم به رضایه یک سال با مادر بزرگم و اونجا مدرسه شاهدخت میرفتم در رضایه که با شوهرم آشنا شدم، آقای مجلسی. ایشون کار تئاتر میکرد. ایشون در تهران کار تئاتر میکرد. ایشون هم آمده بود به اونجا برای یه کار تئاتر، برای یه برنامه 21 آذر که ما اونجا با هم آشنا شدیم و برادر ایشون همسایه عموی من بود، منزلشون به هم بود و خلاصه ما نزدیک شدیم. شما هم کار تئاتر مگه کردید؟ نه خیر، من اون موقع مدرسه میرفتم، کار تئاتر میکردم. البته در مدرسه هم باز ایشون اومد بعد از اون تئاتری که آمده بود، یه تئاتر هم در مدرسه ما کارگردانی کرد که من در اون تئاتر بازی کردم. خودم هم اون پیس رو نوشتم، نمایشنامه به اسم ناهید.
بله، خیلی زندگی رو، همه این کارا رو زود شروع کردم. من 16 17 سالم بود که در رضاییه اول رفتم به استانداری رضاییه، اونجا کار میکردم و روابط عمومی استانداری رو اداره میکردم و بعد خبرهای استان رو میبردم به رادیوی رضاییه که بخونم. بله. وقتی که رفتم اونجا یکی دوبار، آقای نخجوانی که مدیر رادیو بود به من گفت خانم شما بیاید خبرهای رادیو رو هم بخونید، آقا چرا فقط خبر استان میخونید؟ و خلاصه من رفتم به اونجا و خبرهای رادیو رو در رادیو رضاییه میخوندم، ضمناً خبرهای استانم میخوندم، ضمناً خبرهای لشکر رضاییه رو. یعنی سیاست قبل از شعر. بله، خبرهای لشکر هم، همه چیز با هم، اصلا همه چیز با هم. حتی همون زمان من مقاله می نوشتم برای اطلاعات بانوان. یادمه که یه مقاله نوشته بودم به اسم این زن در رضاییه درشک چیست، این بیوکننه، و یه زنی بود که درشک چی بود و این خیلی جالب بود. این بسیار بسیار مورد توجه مجله قرار گرفت و به من گفتن با ما همکاری کن اینا، که من دیگه در این گیرودارها و بعد اونجا صاحب بچه شدم و بچه من مریض شد، مجبور شدم بیام به تهران. این مختصری از حرکت من به تهران و رضاییه و اینور و اونور. وقتی آمدم تهران یه روز میرفت بچه من متاسفانه لوسمی گرفت و یه روز میرفتم به و فوت شد. دو سه ماه بعد از اومدنم به تهران پسری بود که بچه اول من بود. یه روز رفتم به بازار تهران که شیرخشت و اینا بخرم، داروهای چیزی. نگاه کردم نوشته اداره تبلیغات انتشارات رادیو و تبلیغ، میدان ارک نزدیک بازار. و خب منم خیلی افسرده بودم، کارم رو ول کرده بودم، همه اینا. گفتم خب چرا که من اینجا یه سر بزنم ببینم چه خبره. دو ماه بود، دو سه ماه بود اومده بودم تهران. خلاصه رفتم اونجا دربان رادیو، گفتم که من میخوام اینجا، اطلاع داشتم که آقای معینیان رئیس رادیوست، اینو اطلاع داشتم. گفتم که من میخوام برم اینجا آقای معینیان رو ببینم. گفت برای چی؟ گفتم میخوام ببینم من گویندگی کردم در رادیو اینا، ببینم چه جوریه. خلاصه گفتن میری دفتر منشی آقای معینیان، که رفتم و گفتم که داستان اینه، من اینجوری بوده اینجوری بوده. گفتن که رفت، خیلی هم کارا با سرعت انجام میشد، هیچ مقدمه ای نمیخواست، هیچ توصیه و تشریفاتی نبود، خیلی ساده. ایشون گفت شما اینجا باشین. رفت و آمد و به من گفت آقای معینیان گفتن که برید استودیو صداتون رو ضبط کنید. آقای روحانی رو هم خبر کرده بودن، ایشون هم آقای روحانی اومد با یه تکستی که همه چیز بود و گفت خانم یه تیکه رپورتاج بگو، یه تیکه این خبر رو بخون، یه تیکه این شعر رو بخون، همه اینا، و همینجوری هم بگو ببینیم تو این استودیو چی میبینی، چه خبری، یه خورده حرف بزن. که من این کارا رو انجام دادم و به من گفتن شما برو خونه، ما به شما اطلاع میدیم. و اون موقع ها، همون موقع رادیو گویا که خانم فروزنده اربابی هم از رادیو رفته بود، یکم دوچار کم بود و مزیقه گوینده هم بودن. خلاصه من که رسیدم به منزل یه 3-4 ساعت بعد به من تلفن کردن، گفتن خانم شما فردا ساعت 2 بعد از ظهر خبر مشروع رادیو رو میخونی. این اصلا یک اتفاق شگفت‌انگیزه در تمام دوران کار رادیو برای همه، برای اینکه شما خودتون میدونید که خبر چه مسئله مهمی بود. و هیچ وقت هیچ گوینده یک باره اینطوری نمیره پشت میکروفون رادیو خبر بخونه، اونم خبر مشروع. اول خبر 3 دقیقه‌ای میخوند، حتی اعلام ساعت به حسن عجیب و غریب. هیچی، من فرداش رفتم و البته صبح رفتم رادیو و رفتم نگاه کردم و خلاصه از اون روز شروع کردم و خبرهای اون روز رو با آقای محمود سعادت خوندم، یکی از گویندگان بزرگ. بله. خانم پژوهش، متاسفانه وقت اولین برنامه ما رو به پایان گذاشته. از این فردایی صحبت کردید که به روز و روزهای طولانی تبدیل شد. ما همین فردا رو در هفته آینده اگر اجازه بدید دنبال کنیم و برای بینندگان گفته باشم که برنامه های ما یه روبی تعداد پخش هر میهمان بین 4 تا 5، ولی باور کنید جدا از علاقه من به خانم پژوهش و نوعی شاگردی، اختیار گفته های ایشان اونقدر شیرین و طولانی است که میباید تا انتها
و بی نهایت این برنامه رو ادامه بدیم. با سلام، دومین برنامه نام ها و یاد ها در حضور خانم آذر پژوهش، آشنایی برای همه ما حتی در این اواخر از تصویر و پیشتر با صدا. خانم پژوهش، در برنامه قبلی دلیل دعوت از شما رو در آستانه ماه اردیبهشت و سالگرد تأسیس رادیو گفتم. چه کسی بهتر از شما تا در این روزها که به قول اسماعیل میرفخرایی صدا هم جنگل شده است، از شما بپرسم رادیو در اون روزی که شما کار میکردید، از فرستنده بی سیم مستقیم تا به امروز که همه میتونن با تکنولوژی جدید صدا باشن، صدا رو پست کنن، صدا رو دریافت کنن، شما چگونه صدای خودتون رو به قلب خونه ها فرستادید؟ اول از همه اجازه بدید یه ذره از خود رادیو بگم قبل از من. حتما. برای که میدونید خیلی همیشه شنیدید، ولی خب نسل ما دیگه نسل امروز شاید اینا رو ندونه. یه کوچولو اگر که اجازه بدید بگم که رادیو در کنار ساختمون وزارت کشور یه اداره کوچکی بوده در گذشته، با دو سه تا اتاق که دو تا طبقه، سه چهار تا اتاق پایین، دو تا اتاق پایین، دو سه تا بالا، که یه استودیوی خیلی کوچیکی هم اونجا بوده برای ضبط برنامه ها. البته وقتی بعدها من رفتم یه استودیوی دیگه هم اضافه شده بود که نخیر توی اون ساختمون قدیمی که هنوز اون ساختمون قدیمی بود، در اون ساختمون یه استودیوی درست شد که مخصوص برنامه گلها بود و چون آقای پیرنیا کارشون جدا بود و یه استودیوی جدایی هم در اونجا برای ایشون گذاشته بودن که خاص برنامه گلها بود، ولی در اون موقع این استودیو وجود نداشت. و بعدم رادیو خیلی دستگاه کوچک و کم بودجه و ضعیفی بوده و شنونده آنچنانی هم نداشته به اون صورت که میگن، و گویا که یه استیشنی بوده که این اجرا کنندگان رو ور میداشته میبرده به بی سیم پهلوی اونجا، که به طور زنده برنامه ها و خبرها و حتی موسیقی همه رو زنده اجرا میکردن. البته داستانایی هم میگن که بعضی وقتا این استیشن وسط راه خراب میشده بود، برف و سرما و یخ بندون، بله، با تار و ویولون و اینا همه میرفتن. و به هر حال در یه چنین شرایطی این رادیو بوده و حقیقتا رادیو رو باید بگیم که از نظر من رادیو یعنی رادیوی دوران آقای معینیان. ایشون بود که رادیو رو رادیو کرد، و اول از همه بودجه که خیلی مهم بود و برای بودجه بعد رادیو مورد توجه قرار می گرفت که آگهی به رادیو بیاد. در نتیجه ایشون شروع کرد به دعوت اشخاص اینور اونور، آدمای نام‌آور، هنرمندا، همه که آمدن و رادیو رو واقعا تو خود شما شاهد بودید که چه کسانی بودند و زحمتای کشیدن. بودجه رادیو به بودجه خیلی ضعیفی که 1 میلیون خورده در آغاز بوده رسید به چندین میلیون، که بودجه رادیو به بودجه مملکتی هم کمک میکرد، حتی جزء بودجه مملکت شد. و این اتفاقات همه در عرض 10 سال دوران مدیریت ایشون اتفاق افتاد. و ما نسلی بودیم که حتی یادمه رادیو رو نگاه میکردیم، هم میشنیدیم، هم یه جای خاصی تو تاخچه داشت، یه گلدوزی هایی هم در خانه. اصلا یه چیزی بگم، رادیوی در اون دوران یه دونه ضبط صوت نداشته. آقای حسن شهباز از اداره چی مال آمریکا بود در ایران که اصل چهار در اونجا یه دونه ضبط صوت از اونا گرفته بوده، آورده بوده برای رادیو، یه همچی وضعی. در هر حال حالا به اوناش کار نداریم، ولی من از سال 1338 رفتم به رادیو
و حتی در اون موقع هم هنوز آشغالای سابق وزارت کشور و نامه ها و اینا توی اون زمین های دورتر بود که بعدها اون زمین ها رو همه رو ساختن و استودیوهای مجهزی درست شد، از جمله اون استودیو بزرگ شماره 8 رادیو که ارکستر در اونجا ضبط می شد، برنامه های با جمعیت ضبط می شد و همه اینها. و حتی دو تا بالا استریو. من یادمه که اعتبار رادیو در این دیده شد، شما امیدوارم تایید میکنید، نام فرهیخته‌ای رو نمیشود دید در حیطه ادبیات و هر گوشه از فرهنگ که زمانی و لحظه‌ای در رادیو قایم بوده نبوده باشه. بله، و واقعا همینطوره، خانه فرهنگ بود. دقیقا همینطوره، واقعا از دانشمندان، از دانشمندان، از حتی برنامه رادیو ارتش همه چیز قرار بود نظامی باشه، فلسفه و ادبیاتی که در اونجا گفته میشد دقیقاً بله. و بعدها هم رادیو تهران هم بهش اضافه شد که یک رادیوی بله رادیوی روشن فکری بود، واقعا رادیو روشنی بود و روشن فکران رو جذب کرد به اون رادیو. به هر صورت یه همچین وضعی بود. من در اون رادیو همه میخوام بگم، آقای شاید خودتون شاید یادتون بیاد، من تقریبا همه کاری در رادیو کردم. درست. اصلا نمیتونم بگم. حتی مهربانی اولین باری که شما رو دیدم به عنوان حمایت و هدایت. و اصلا من هیچ کاری نبوده که نکردم. از تمام برنامه های رادیو شاید فقط برنامه جوانان یا برنامه زن و زندگی اینا رو اجرا نکرده باشم. بقیه رو همه رو، حتی تمام کلاس ها و دوره های رادیو رو گذروندم. استادای شما چه کسانی بودن؟ حالا استادان الان خاطرم نمیاد. راهنما بگم برای بله، شما بله بله با استعدادتون. از استادی بود از تئاتر، نام قدیمی الان به خاطرم نمیاد، شاید بعداً به خاطرم بیاد به شما بگم. دوره های اینا رو به ما یاد دادن و البته میدونین به نظر من یه مقداری اصلا آدم ها اول خود ساختن، خود ساختن اینا تکمیلشون میکنه و الا چیزی نیست. ولی من این دوره ها رو گذروندم، برنامه هم حتی مینوشتم بر رادیو، غیر از این که اجرا میکردم مینوشتم. برنامه بود مثلا آقای شهریاری مینوشت به اسم با زندگی آشتی کنیم، اینو یه دوره هم آقای گرگین مینوشت، بعد من مینوشتم، سالها من مینوشتم و همه اینا همه بود. ولی هیچ وقت من به عنوان نویسنده کسی منو نمیشناسه، هیچ وقت به عنوان شاید برنامه های دیگه. تنها این امروز برنامه های گل هاست که مونده، بقیهش همه در فضا رفته. کسی به من گفت صدای شما در هر خانه با نوار گل ها. و الان و بهتون بگم، من اون موقع نمیدونستم که برنامه گل ها چه سندی میتونه بشه در آینده، ولی خدا رو شکر اونقدر آدم سختگیر و وسواسی در کارم بودم که دو نفر از استادای که آقای جلال همایی بله. که من میرفتم منزل ایشون باشون کار میکردم و یکی هم آقای که فرهنگ نوشتن، آقای دکتر معین بله. استاد دکتر معین، ایشون هم به من اجازه داده بود که هر موقع هر سوالی من داشتم میتونستم از ایشون تلفنی، حتی اگر سر جلسه درس و هر چی هم بودن در دانشگاه من میتونستم. بنابراین من یک کلمه رو بدون اینکه مطمئن باشم ادا نمیکردم، میپرسیدم اینا. و امروز واقعا باید بگم که یه جور افتخار شاید برام که این سندی که دست مردم هست من توش یک اشتباه ندارم. اینجا یه مقاله آقای حسن شهباز توی چیز نوشته، رهاورد، که مفصل راجع به من نوشته، به این نکته اشاره کرده که یک من آدم حساسیم و سعی کردیم و اینا، یک دونه اشتباه پیدا نشده. و خب میخوام بگم که در اونجا حتی در خبرها، در خبرها میدونید که حتما شنیده بودید، اگر یا در برنامه اگر کسی اشتباه میخوند جریمه میشد. یک دونه من جریمه ندارم، ولی 37 تا تشویق دارم، تشویق نامه برای برنامه های مختلف و چند تاش مربوط به خبرها هست که آقای معینیان با اون جوهر سبزشون زیرش امضا کردن. همینجا هم در پاریس اینا رو دارم. شانس من دوره آمدم که نه تشویق به اون معنا داشتیم نه جریمه و یک آزادی برخلاف اون چیزی که
شایع کردن که سانسور و غیره. ما ندیدیم این چیزا رو، منم ندیدم، حقیقتا ندیدیم و... هرگز هم هیچ چیز نشنیدیم، هیچی هم به ما نگفتن. حتی من برنامه میکروفون زنده در اختیار داشتم در جشن ها، در فرهنگ مردم، در نمیدونم هنر برای مردم. شاید در 24 ساعت رادیو 5-6 ساعت زد میشد، اونم به خاطر اینکه گویندگان بله. سنگان دور بودن. هرگز من کسی به من نگفت که شما چه بگو چه نگو، چه بکن چه نکن. من خانم وجوش ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، از این لحظه میخوام استفاده کنم استدلالی رو که تازگی ها بهش دست یافتم و مرتب تکرار میکنم. وقتی به من میگویند سانسور بود، از خودم میپرسم این همه شعر و ترانه و کتاب آیا اینا در مسکو و پکن و کوبا چاپ شدن یا در تهران منتشر شدن و از رادیو پخش شد؟ بله. مرحوم فرهاد، خود من ترانه هاشو از رادیو پخش میکردم در برنامه خودم. بله. یا بسیار و بسیار و برعکس، تنها سانسور اگر بود مذهبی بود، وقتی میگفتن ترانه‌ای به نام نماز پخش نشه و نماز رو کردن نیاز. اگر سانسور بود، سانسور مذهبی بود و انقلابیون عزیز به این سانسور رأی دادن، نه به آزادی که قبلا وجود داشت. ببخشید بار حرفی کردم، شوق گفتگو با هم و یاد از اون روز هاست. نمیدونم چقدر وقت داریم. فرشاد به ما خواهد گفت هنوز 5 دقیقه هنوز فرصت هست تا شما بخش کار خبری بره. همین رو میخوام وارد شما خبر رو بهتون خبرگزاری ها میدادن؟ نه. آیا آزادی این رو داشتید که اول و دوم؟ بله بله. اول از همه بگم براتون همینجا که خبر یه اهمیت زیادی پیدا کرد بعدها، به خاطر اینکه اون استودیوی اون فرستنده اول 5 کیلوواتی که آلمانا درست کرده بودن در جاده پهلوی، این فرستنده تبدیل شده بود به 20 کیلوواتی و بعد 50 کیلوواتی و بعد 100 کیلوواتی و این اواخر به قوی ترین فرستنده‌ای که همه رادیوهای دنیا داشتن در ایران هم بود که در جاده تهران قزوین این فرستنده نصب شده بود. بنابراین صدای ایران به تمام دنیا می رسید و برنامه‌ها به زبان خارجی هم بود و خبرهای خارجی هم وقت دیگری پخش می شد اینا. ولی خبرها در اونجا در ایران، یعنی در رادیوی ما، اوائل اصلا خبرگزاری وجود نداشت. خبر نه خیر، همین رو میخوام به شما بگم. اصلا خبرهای گذشته، یعنی قبل از من، قبل از دوران من، خبرها رو از روزنامه ها میگرفتن. بله. بله خبرها رو از روزنامه ها میگرفتن. از کجا میگرفتن؟ حالا اونا رو دیگه من نمیدونم چجوری پیدا میکردن، به چه شکلی. به هر حال خبرها رو از روزنامه ها از جس گریخته میگرفتن و این خبرها خب کهنه می شده دیگه. این خبرها تازه از رادیو خبر کهنه روزنامه پخش می شده. اصلا به همین دلیل میگم رادیو اعتبار و ارزشی اصلا برای مردم مطرح نبود اون وقت. ولی در دوره آقای معینیان خبرگزاری پارس درست شد، شاید کمی زودتر، و بعدم این خبرگزاری تونست با تمام خبرگزاری های معتبر دنیا قرارداد ببنده و همزمان تمام اخباری که در جهان بود در اختیار اونجا هم بود. سردبیران بسیار شایسته‌ای تربیت شدن در اونجا که این خبرها رو می نوشتن و می رفتیم ما در خود اتاق آقای معینیان خبرها رو می دیدیم، نگاه می کردیم و یه مروری می کردیم و بعدم می آمدیم به استودیو و می خوندیم. البته پیش می آمد که خبرهایی از راه می رسید که ما قبلا ندیده بودیم و به وسیله پیک چیزی می آوردن همونجا، می زاشتن جلوی ما که اینو بخونیم. من یادم از دوره‌ای دارید صحبت می کنید که اعتبار در این بود که می گفتن رادیو گفته، یعنی اگر می گفتن کره زمین معکوس میگرده، اگر رادیو گفته بود باورش قابل قبول بود و اگر نشریات گفته بودن. بهتون بگم آقای شاهید، خبرها حتی اونقدر وسواس داشتن که خبر صحیح به اطلاع مردم برسونن که اگر چند تا خبرگزاری یه خبر رو چیز کرده بود، این خبرها با هم مقابله میشد که ببینن یه وقتی خبرگزاری مغرض یه خبر مغرضی نباشه و یه چیزی نباشه که اشتباه. منظور بین المللیه، برای اینکه داخل ایران که نه بله، میخوام به شما بگم که یک خبر رو از چند منبع کنترل میکردن و این که این خبر صحیح باشه. به همین دلیل کم کم رادیو اعتبار خودش رو پیدا کرد و باور کردن مردم رادیو رو که به اینا دروغ نمیگه.
دقیقاً. کاری که امروز متاسفانه معکوس ارائه میشه، چون وقت دومین برنامه هم رو به اتمامه، دلم میخواد در همین لحظه از شما وعده بگیرم که در برنامه آینده در این ارتباط کار خبری و کار شعر خاطرات خوش و اگر خدای نکرده خاطره ناخوش هم دارین برای ما. آیا من فرصت دارم از چند تا از گویندگان رادیو نام ببرم یا نه؟ بذاریم برای بعد. باشه. برای اینکه فرشاد کار این فیلم برداری میکنه اشاره میکنه که وقت کم. پایان. با سلام، سومین برنامه نام‌ها و یادها در حضور خانم آذر پژوهش و با نام ایشان یعنی تاریخ رادیو از ابتدا حتی تا به امروز. اگر خانم پژوهش در بیرون از ایران نزدیک به 14 سکونت دارد. خانم پژوهش، بار قبل درباره خود رادیو، درباره کارهای شما شعر و سیاست و خبر گفتیم، در حالی که 4 اردیبهشت سالگرد تأسیس رادیو است. اما تعجب انگیز برای خود من، هنوز صدای شعر خانم آذر پژوهش رو نشنیدیم. از شما خواهش کرده بودم اگه ممکنه این برنامه رو با شعری شروع کنیم. من پیشبینی میکردم که شما چنین دستوری به من بدید. یه 2 پیدا کردم از یکی از شعرهای قرن 8. بله. و این شعر به دلم نشست، میشه گفت یه چیزیست خطاب به ایران برای خودم، یه همچین حالتی داره. اجازه بدید یادداشتش کردم بخونم. پیش ما کعبه به جز خاک سر کوی تو نیست، پیش ما کعبه به جز خاک سر کوی تو نیست، قبله اهل نظر جز خم ابروی تو نیست. من به بوی تو بسی گرد چمنها گشتم، نیست یک گلبن خندان که در او بوی تو نیست. کار منو سخت کردین، برای اینکه گفتن بعد از این 2 شاید تا اندازه دشوار باشه، به خصوص اگر منظور و نظر این شعر رو هم دنبال کنیم. خانم پژوهش، در آخرین برنامه از شما خواهش کرده بودم که در حیطه کاریتون جدا از اون چیزی که دیدیم و شنیدیم، شاید نگفته و نشنیده و ندیده هایی هم هست که حتما هست، اون بخش که به شما مربوط میشه به عنوان خاطره، همه ما خاطراتی داریم، برای اینکه گفتم سهولت فن و تکنیک باورهای اون زمان رو دشوار کرده که یک فرستنده که خاموش میشد برای اینکه گرم کرده و بعد یک رو بعد دوباره روشن میشد بسیاره. اما در حیطه کاری شما خاطرات چه هست؟ حالا خاطرات خب طبیعیه، من در رادیو 20 سال در ایران کار کردم، دیگه پر از خاطره است، از تمام لحظاتش همه اینا. ولی خاطره جالبی از یه روز خبری دارم، اتفاقا اینو دوستمون آقای ادیبزاده هم یه جایی تعریف کرد، ایشون هم شاهد بوده گویا. یک روز که من خبر میخوندم، یه موش سفید کوچولو، نمیدونم چجوری اومده بود تو استودیو، در میدون هرک، بله در استودیو پخش موقع خبر. من یه لحظه همینطور که اتاق فرمان رو نگاه میکردم، یه چوب این جلو بود، دیدم که یه موش سفید اون گوشه نشسته. و من برخلاف این که میگن خانم ها از موش میترسندم، به شدت خندم گرفت، یعنی خنده بیمارگونه که هیچ جوری نمیتونستم چه کار کنم اینا. یه لحظه اومدم کنار، دوباره رفتم. بالاخره شما یادتون باشه ما یک رئیس بسیار در این حال مهربان ولی سختگیری داشتیم به اسم آقای پاشا سمیعی. روحش شاد. آقای پاشا سمیعی، بالاخره رفتن سراغ آقای پاشا سمیعی که ایشون چون خیلی قیافه جدی داشت،
بیاد، بلکه از پشت شیشه که من ایشونو ببینم دیگه خندم من بیاد. من با دیدن آقای پاشای سمیعی بیشتر اصلا خنده مضاعف، به طوری که واقعا دیگه نتونستم، یعنی یه کمی هم حتی خنده من پخش شد و از استودیو اومدم بیرون. یکی از خاطرات خیلی بله نه نه هیچ جریمه نشدم، برای که من تقصیر نشدم، رادیو تقصیر داشت که جلوی سوراخ موشا رو نبسته بود. من هر کسی دیگه ایم بود دچار این حالت ممکن بود بشه. میتونی اصلا آدم اونجایی که نباید به خنده نباید کاری بکنه، بیشتر حتما برای خودتون هم پیش آمده به دفعات، ولی اجازه بدیم در اینجا بهش اشاره نکنم. اما راجب مرحوم پاشا سمیعی که مدیر مستقیم منم بودن سالا، یادتونه ایشون خیلی قیافه باریک اندام، قد بلند و لاغر بشدن و یک بار به اتاق من وارد شدن، پنجره اتاق من باز بود، گفتن که شاید اون پنجره رو ببند باد منو خواهد برد. بعدها مرحوم کیارستمی وقتی این فیلم رو ساختن برای من یک تدایی شد. خوشبختانه ما مدیران شایسته کم نداشتیم، مثلا مدیر ناشایست نداشتیم، اصلا نداشتیم، اصلا چنین چیزی نیست. شانس واقعا دوره ما این بود. شما فکر کنید که بپردازم با آقای پیرنیا. حتما خواهش میکنم. ایشون میدونید دولت مرد فرهیخته، از یک خانواده اهل ادب و فرهنگ، معاون نخست وزیر، چه همه اینا. برای ایشون هم یادتونه همکار خود ما بود در مرحوم اسی پیرنیا. بله. در کار موسیقی. بله. پسر کوچیکشون اومد رادیو که برنامه کودک رو اجرا کرد و بعدها بزرگ شد اینا. میخوام بگم آقای پیرنیا تمام اون کارها رو گذاشت کنار و با اون اندوخته و با اون ظرفیتی که واقعا از نظر فرهنگی و خانوادگی داشت آمد در این کار و برنامه گلها برای ایشون همه چیز بود و دو تا عامل بسیار اساسی باعث ماندگاری و اهمیت برنامه گلها شد. اول از همه باید به شما بگم خب ابتکار خود مرحوم پیرنیا و دوم این بود که آقای معینیان دست ایشون رو در کارش باز گذاشت، یعنی اصلا دخالتی در آقای پیرنیا برای خودش یک تهیه کننده و یک مدیر مستقلی بود در دستگاه که هیچ کس حتی بودجه مشخصش هم خودش داشت. بله هیچ نوع در کار ایشون دخالتی نمیشد، چون اعتبار بود، خود آقای پیرنیا یک اعتبار بود. البته اگر اجازه بدید بعد از ایشون هم مرحوم ابتهاج هوشنگ صاحب. بله بله البته چند سالی ایشون هم برنامه های گل های تازه رو بله بله. یا خانم پوران فرخزاد الان میفرمایید دست باز، ما هر چی بگوییم کسی باور نمیکنه. بله بله شایع بود بله. تمام اینا صاحب. حالا من میخوام اینو به شما بگم، این برنامه ها آقای رئی معیری هم با همکاری میکرد. بله. آقای میر نقیبی خیلی هم خب بهترین توانست بهترین هنرمندان رو که هیچ جا نمی زدن، اصلا موسیقیدان ها رو همه رو جذب کنه، خوانندگان همه رو جذب بکنه و البته شکل تهیهش هم این بود که ارکستر جدا در استودیوی 8 کارش انجام میداد، بعد این صدای ضبط شده ارکستر می آمد در استودیو با گوشی خواننده میشنید و به جای موقع آواز خودش میخوند و بعد گوینده جدا در استودیو شعر رو میخوند و این میومد روی، یعنی مردم فکر مرد اصلا هر وقت مردم میشیندن میگفتن خب لابد اونجا دیگه شمع و گل و پروانه و اینا میچینید و میشینید و ها، اینا نبود، تیکه 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 هر کسی، ولی کارشو در نهایت حرفه‌ای بودن. چند ساعت میگذاشتیم تا یک برنامه گلها ضبط بشه؟ با خیلی طول میکشید برای که جدا جدا تهیه میشد. من میتونید حس بزنید که یک ارکستر برای این که کار رو انجام بده چقدر خود شما مثلا چقدر برای شعر خوانی؟ من واقعا خیلی کم عجب. یعنی اصلا یک باره میخوام بگم یک باره. حالا علتش هم چی بود؟ از روز اول به شما بگم، من داشتم میرفتم رادیو خبر بخونم، میدونی که شیشه های پنجره های اتاقا همه رو به حیات بود. بله. از اون کنار که من میدویدم برم اتاق آقای پیرنیا زد به شیشه، دیدم آقای پیرنیا
اشاره کردن ایشون که بیا تو. رفتم تو، دو سه تا شعر گذاشتن جلوی من، منم این شعرها رو شروع کردم بلافاصله بخوندم، برای که عجله داشتم خبر کارم دیر نشه. بعد ایشون آقای پرنیا، خب مدلشون مدلی بود که تاکید داشتن روی قافیه و روی ردیف و اون به سبک قدیم شعر خوندن. من واقعا احترام فوق‌العاده‌ای برایشون قائل بودم، ولی اینجا گفتم آقای پرنیا من این کار ازم بر نمیاد، نه این که نخوام، اصلا نمیتوانم اینجور شعر بخونم، نه که نخوام، علتش هم اینه که من فکر میکنم که بایستی گوینده احساس و منظور شاعر رو برگردونه. مهم اینه که ردیف و قافیه، اگر تو ردیف هم هست قرار بگیره، اگر نه نه، اینه که. و آقای پرنیا اصرار رو ولی بالاخره قبول کردن و حقیقتا بعد از اون هرگز در کار شعر خوندن حرفی به من نزدن. به همین دلیل من میرفتم شعرها رو نگاه میکردم، میخوندم و میرفتم. شاید مثلا اگه بستگی داشت چند تا شعر باشه، درست همونقدر که خوندن شعر یه دو سه دقیقه هم نگاه کردن به شعر بود. و بعد اگر سوالی داشتم البته خب قبلا این سوال رو میکردم. منو ببخشید، در برنامه قبلی دقایق آخر خواسته بودید که نام همکارا و دوستانتون رو که مانند شما اعتبار و ارزشی داشتن، بله، بیا بگویید. حتما، بله بله حتما این کار رو میکنم. من فقط در تکمیل مسئله رول‌ها اینو به شما بگم که این آمار خیلی جالبه. حتما. اولا که میدونید که خانم لویسون، جین لویسون، این برنامه ها رو درست کردن و گذاشتن به انترنت و که الان برای همه قابل دسترسه و این کار کردن. و در ایشون هم میدونین برنامه گل‌ها اونطور که آقای پرنیا می‌خواست واقعا آنتیک و جاویدان شد، همونطور که ایشون می‌خواست. و به کمک همین خانم در این برنامه، من یه آماری دارم اینجا که به شما بگم، 487 رقمو باور می‌کنید، 487 شاعر و ترانه‌سرا اثرشون پخش شد از قدیم تا به جدید، از گذشته. عرض کنم که 75 آهنگساز و نوازنده شرکت کردن، 90 نفر تکنوازی کردن در این برنامه ها، 15 گروه محلی کار کردن. عرض کنم که 56 خواننده در برنامه گلها کار کردن و 30 گوینده زن گویندگی کرده. نه ببخشید، گوینده زن نه، 30 گوینده رادیو. چون مردم نه مردم بود. حتی آقای تغییر روحانی هم شعر منتها. بله، آقای ثابت ایمانی، تغییر روحانی، حتی ایرج گرگی. تغییر روحانی صدای شعرخوانی نمی. حالا همینو میخوام به شما بگم، آقای پرنیا تمام صداها رو امتحان کرده بود. و اینایی که میگم 30 تا گوینده، هر کدوم بعضیاشون یه دونه برنامه، بعضیشون دو تا برنامه از اینا باقی مونده و دیگه این اواخر نبوده. میخوام بگم اینا آماری است که روی کارهای خانم لیوینسون، بله خانم چیز آمد. شما اگر نگاه کنید، من اجازه میخوام که همطور که گفتی از همکارانم یادی بکنم، گویین که شاید همشون به خاطرم نیاد، چندتایی رو یادداشت کردم که بگم و خیلی هاشون هم متاسفانه دیگه در بین ما نیستن، روانشون شاد. تغییر روحانی، اسدالله پیمان، محمود سعادت، ایرج گرگین، رضای سجادی، محمد سلطانی، عطا بهمنش، ایرج ادیبزاده، نورالدین ثابت ایمانی، حسین توصیفیان، زرگرزاده، مرتضی لطفی، محمد مانی، فریدون توفیقی، کمال الدین مستجاب الدعوه، ابراهیم رشیدپور، داریوش نراقی، رضا معینی، خود شما آقای شاهید هم نوشتم، سعید قائم مقامی، جمالی، بیژن پرنیا، سبکبار، قروی، کوکب پرنیان، قدسی رهبری، مولود عاطفی، فرنگیس اردلان، ایراندخت پرتوی، فروزنده اربابی، خانم روشنک صدیقه رسولی، هما احسان، فیروزه امیر معز، فخری نیکزاد، پروین خادم میساق، مولود زهتاب، مولود کنعانی، ملوک روحانی، شکوه رضایی، مریم یزدان پرست، جمشید عدیلی، ناصر خدایار، مهری ایزدی، سرور پاکنشان و مرتضی اخوت. همینطور میدونید که من در کار تئاترای رادیو هم کار میکردم و
یه سری مفصل از خبر البته. بله یه سری داخل همزمان من خبرم میخوندم، در نمایشنامه رادیو هم شرکت میکردم. بله همزمان اینا همه با هم بوده همیشه. عرض کنم که اون هنرپیشگان رو هم بگم که باهاشون در تئاترای رادیویی همکاری داشتیم. خب آقای صادق بهرامی که سرپرست بود و نصرت الله محتشم، اکبر مشکین، مجید محسنی، عبدی هوشنگ سارنگ، مهدی علی محمدی، حیدر صارمی، حمید غنبری، اصغر تفکری، عباس مصدق، عبدالله محمدی، محمد علی سخی، زرندی، تقی ظهوری، مقبلی، ناصر کورچیان، غلام حسین بهمنیار، فریبرز امیر ابراهیمی، سیروس ابراهیم زاده، فراز، منصور والا مقام، پرویز بهادر، پرویز بهرام، قدکچیان، رضا ارهام صدر، غلام رضا لبخندی، منوچهر نوذری، مهری ودادیان، ژاله اولو، توران مهرزاد، مهین دیهیم، ایران بزرگمهر، تاجی احمدی، اشرف کاشانی، ثریا قاسمی و شمسی فضل‌اللهی. بفرمایید. خانم پژوهش می‌فرمایید که حافظه خسته‌ای دارید. من نمیدونم چگونه با چند روز فکر تونستید نام این بزرگان رو که حالا با محبت شما من رو هم اونجا جا دادید، ولی واقعیت این بود که اینها به عنوان صدای حرفه‌ای آمدن. من به دلایل دیگه آمده بودم، ولی مهم این بود که برای نسل امروز گفته باشیم که کسانی که نام برده شدن در هر زمینه با تخصص اومدن، به کارشون عشق و علاقه داشتن و همینقدر که نامشون رو شما بردید گونه پاداش خودشون رو دریافت کردن. البته میدونید در رادیو فقط رادیو ایران نبوده، متاسفانه من گویندگان دیگه مملکت رو نمیشناسم، جاهای دیگر رو نمیدونم. همه اینا هست، به هر حال بایستی که نام همه حداقل نامشون گفته بشه، حالا اگر بیشتر از اون فرصت نیست راجبشون توضیح داده بشه دقیقا. ولی یادآوری میشد. تا برنامه بعدی و آخرین برنامه در نام‌ها و یادهای خانم آذر پژوهش. با سلام، چهارمین و آخرین برنامه نام‌ها و یادها در حضور خانم آذر پژوهش در یک مکان سرسبز، جایی که غیر از این نمیتونست و نباید باشه. خانم پژوهش در آخرین برنامه قبلی نام‌هایی رو از خاطره و یادهای خودتون گفتید که بیشتر کار صدا و بازیگری بود. نویسندگانی رو هم شما در یاد دارید؟ بله، من واقعا خیلی احساس مسئولیت میکنم، خیلی منو دوستان و همکارانم اگر جایی میشنوند و نامشون گفته نشده منو ببخشند، برای خاطری که من از حافظه اینا رو نوشتم و هیچ چیزی نداشتم. به هر صورت اسمهای رو اگر آدم همه رو بخواد بگه، اولا تعداد خیلی زیاده که اصلا از حوصله این برنامه ها خارج. این همه آدم در این همه سال در رادیو همکاری کردن، نویسنده، صدا برداران، تهیه کننده ها، مدیران، همه اصلا نگفتنیه. ولی به هر حال یه چندتایی رو به عنوان نمونه من فقط ارائه میدم اینجا. عرض کنم که خب میدونی برنامه های مهمی در رادیو بود، مرزهای دانش، برنامه های بزرگ، آشنایی با ادبیات جهان، جلوه های زیبایی در ادب پارسی، روزهای هفته، شادی، امید، چه همه اینا. و اینا همه با کمک استادانی مثل سعید نفیسی، جلال همایی، محیط طباطبایی، پروفسور هشرودی، حسن شهباز، اسماعیل پوروالی، مهدی اخوان سالس، دکتر سیروس آموزگار، هوشنگ مستوفی، احمد سروش، مهدی قاسمی، دکتر سجادی، دکتر نیر سینا، دکتر شاه حسینی، دکتر محمد مجلسی، دکتر کاووسی، فرخ غفاری، تورج فرازمند، دکتر وحیدی، دکتر جنتی عطایی، ایرج گرگی، نصدالله شهریاری، نواب صفا، مهدی سهیلی، بدرالملوک بامداد، پوران فرخزاد، اسماعیل پورسعید، بدیزاده، پرویز خطیبی، شاهرخ نادری، پاشا سمیعی، آقای ناصر شیرزاد،
که خبرگزاری پارس و ایشون مدتی اداره میکرد، منوچهر شیرزاد، فرهنگ فرهی، تارهوردی، مهندس عاطفی، عباس فروز بروتن، امیر معز، خلاصه همه و همه، و آقای رضا ست‌حسینی اولین مدیر. آخه بله، خیلی متشکرم که ایشونو یادآوری کردید. اگر شما هم میتونید، شما هم این سالها رو با هم گذروندیم، اگر اسم من الان باور کنید در این لحظه مست این نام هم، این بزرگوارانی که از هر کدوم متاسفانه بعضی هاشون رو نشناختم و ندیدم، اما دورا دور یاد گرفتم. این نام ها رو گفتید خانم پژوهش، باز برمیگردیم به اون حرفی که در ابتدا زدیم، رادیو خانه فرهنگ بود و در بروی هیچ استعدادی هم بسته نبود. کسی نمیتونه ادعا کنه که میخواست و میتوانست اما مانع او شدن. اما امروز هم در همین رادیویی که ایرادهای زیادی بهش وارده، استعدادهای نهان و آشکار هست. بعضی وقتا واقعا حیرت آوره با این محدودیت و سانسور چگونه میتوانند کار بکنن. رابطه شما با نسل کنونی رادیو چه هست؟ دورادوره یا گهگاه؟ دورادور باید باشه، باید بگم دورادور گهگاهی رابطه هست و با مطبوعات هم همینطور. بله. از مثلا راجب برنامه گلها مفصلا در روزنامه شرق یه گفتگوی با من داشتن که از اونجا بود، و همینطور با آقای دهباشی در ارتباط هستم. در حال ارتباطم با جامعه فرهنگی برقرار هست. این رو ازتون پرسیدم برای اشاره به وضعیت کنونی. خانم پژوهش نزدیک به 14 مثل همه ما در بیرون از ایران هستن، اما ارتباط شما قطع نشده. از جمله در همین یکی دو سال اخیر مجددا جدا از فعالیت دیگرتون، انجمن توسعه و تجدد رو مدیریت میکنید که ما هم گهگاه ماهی یک بار گزارشاتی رو منعکس میکنیم. این مرحله رو شما چگونه می‌بینید و چیکار می‌کنید؟ بله، خب این انجمن که خودتون می‌دونید یه چیزی حدود 35 ساله که برقرار هست، و اولش هم از یه نشست کوچک چند نفری با حضور آقای فرمانفرما و سیروس فرمانفرمایان و همینطور دکتر مجیدی، دکتر آموزگار و اون وقت آقای لاجوردی هم می آمدن. خلاصه یه 5-6 نفری، 7-8 نفری در یه کافه جمع می شدیم، حرف می زدیم. چیزی مخصوصی نبود. چون صحبت این بود که ما اگر که بخوایم در این ور دنیا ارتباطمون رو با مسائل روز قطع بکنیم، همه چی یادمون میره و هممون هم نمیتونیم به همه چی دسترسی پیدا کنیم. بنابراین هر کدوممون هر چی میخونیم، هر کاری میکنیم، هر فیلمی میبینیم، بیاییم برای همدیگه تعریف کنیم، و این کارو میکردیم. یعنی ما همدیگه رو تغذیه فکری میکردیم. البته من بیشتر تغذیه میشدم، خدمتتون بگم. به هر حال استفاده میکردم از بقیه. ولی بعدن خب کم کم دیگه بعد از یک سالی گفتن حالا که اینو یکمی گسترش بدیم، یه دعوت پیدا کنیم، چه کنیم، از سخنران از خارج بیشتر دعوت کنیم. و همینطور رسید تا به اینجا. مدتی آقای دکتر سیروس آموزگار و من اونجا رو با هم اداره میکردیم تا سالها، و بعد دیگه دکتر آموزگار گذاشت کنار، و خب طبعا منم دیگه خسته شده بودم. آقای اشراق از راه رسید که با اون همه تلاش و جدیت که واقعا روان شاد 15 سال این انجمن رو ایشون اداره کرد و گردون، و بعد از فوت ایشون حدود یک سال و نیم این انجمن تعطیل بود، و برای من خیلی دشوار و سنگین بود که دو مرتبه چیز کنم. واقعا همسن بالا رفته. به هر حال بینندگان اگر اجازه بدید گفته باشم که کار انجمن شما چنین است که مهم نیست از کدام کشور، حتی از ایران، امریکا، فرد متخصص حرفه خودش علمی فرهنگی میآید، سخنرانی میکند و حاضران از او پرسجو میکنند. ولی من هم میخوام از شما پرسجوی دیگری داشته باشم جدا از این فعالیت انجمن که دارید. فرزندان شما امروز به نوعی، نمیگویم در همون رشته شما، اما راه دشواری رو طی کردن و مهمتر
موفق شدن. از تبسم دختر بزرگتون شروع. من از تبسم شروع میکنم برای اینکه همکار کوچیک شما بوده. خاطرات گذشته. بله تبسم اگه یادتون باشه در اون موقع که شما در 16 سالش بود وقتی اومد گوینده. بله شما برنامه خیلی جالبی داشتید که شعر ترانه‌های فرانسوی بود. بله ترانه‌های فرانسوی رو ترجمه میکردید و میگفتید و اینا و تبسم در اون برنامه چون مدرسه رازی میرفت و فرانسه میدونست و اینا با شما همکاری کرد. بعدها از همونجا تابستونا می اومد به رادیو دریا. بله. خبرهای رادیو رو برای که توریست و اینا می اومد خبرها رو تبسم به زبان فرانسه در همون درست مثل سنین خود من اونجا به زبان فرانسه می خوند و خیلی جالب بود. امروز رو بگید. بله امروز تبسم پروفسور شده. ایشون پروفسور شده در چیز و در رشته تحقیقات داروها برای بیماری‌های قلبی تخصص پیدا کرده و مشغول تحقیق. متاسفانه خیلی خیلی آدم گرفتاریه، تمام مدت در سفره. شوهر ایشون هم فرانسوی و پزشک متخصص سرطان. بله ایشون هم در پیتی سلپتری ایشون هم اونجا کار میکنه. به هر حال هر دو موفقن، دو تا دختر دارن. پسر بازیگر تا بله پیام هم بله پیام هم که اونم مدرسه اونا هم بچه های من همه در ایران فرانسه درس خونده بودن. حسی پندار همشون همینطور. حسی کار بانک، پندار کارهای کامپیوتر میکنه، پیام کار تئاتر میکنه که بازیگری فیلم که نامزد بله بله نامزد جایزه اسکار هم شد از طرف اتریش من. برای اینکه این فیلم یه چیزی بود که با سرمایه اتریش و فرانسه اینا همه ساخته شده بود و بعد به عنوان بهترین فیلم خارجی رفت از چیز از اتریش، یعنی بهترین فیلم رفت به داستان پناهندگان در ترکیه و فاجعه. بله بله و پیام واقعا در اون فیلم خیلی خوب درخشید. بله خیلی خوب و فیلم بسیار موفقی بود. ایاتون باشه من گزارشی درست کردم. بله در تمام سینماهای فرانسه مدتی این نشون دادن اینا. بچه‌ها موفق بوده. بچه‌ها میدونین بچه‌های ایرانی میخوام بهتون بگم همشون موفقن. برای اینکه خانواده های ایرانی به تحصیل بچه ها به تربیت بچه ها اصلا اولین چیزشون اولین وظیفهشون رو پرورش بچه شون میدونن. اصلا از خودش در واقع پدر و مادر ایرانی از خودش میگذره، همه چیزشو برای بچهش میخواد و حتی میبینیم خانواده های تنگ دستی رو میشناسیم و میبینیم میدیدیم در گذشته که اینا بیشترین بودجه زندگیشون برای تحصیل بچه هاشون مصرف میشد برای اینکه بچه هاشون بتونن پیش رفت. و شما میبینید که الان اتفاقا هفته گذشته که آقای دکتر سعید پیوندی تو همین انجمن سخنرانی میکرد، ایشون راجب آماری میداد راجب تحصیل کرده ها و اصلا حیرت آور و حیرت انگیز. شما فکر کنید که اصلا یه چیزی که من مات موندم که آمریکا مملکت ایالات متحده آمریکا به اندازه ایران دانشگاهی داره. اصلا خیلی حیرت انگیزه. شمار دختران و دختران و همه چیز و اصلا خلاصه دانش آموختگان ایران در همه جای دنیا الان اسباب افتخار هستن. شما جایی نیست اصلا در هیچ حرفه‌ای در هیچ کاری در هیچ مکان نیست، هیچ جای دنیا نیست برید و یک ایرانی شاخص در اون کار نبینید. اینا همه نسل جدید و نسل برجسته ایران هستن. خانم پژوهش در این لحظه همونطور که گفته شد استعدادهای حتما در ایران هستند. 100%. بله اما اگر شما توصیه‌ای داشته باشید نه فقط در زمینه کار در رادیو، در کار فرهنگ چه باید کرد تا نمیگویم حتما موفق شد اما خدمتی کرد؟ حالا اولا که نمیدونم خیلی مسئله مشکلی است با توجه به مهاجرت. میدونید چیزی که برای من خودم رو مسئول دونستم نسبت به این مسئله، نسبت به نوه ها حتی من فقط سعی کردم که اینا با تاریخ مملکت، با زبان فارسی، با تاریخ، با اینا یعنی قطع رابطه نکنن. و عجیب من در اینا شوق و علاقه هم میبینم. اینا همه اینجا دنیا آمدن، همه زبان فرانسه میدونن، انگلیسی میدونن، نمیدونم حتی دختر من دختر هستی روسی میدونه چه اونم بچه خیلی موفقیه که از نوابغ خواهد شد انشالله یه روزی.
حتما. بله به هر حال، ولی همین ها من هم که با اینا زیاد در تماس نیستم، از طریق همین تلفن و نوشتن و این حرفا به زبان فارسی رو راه افتادن و باهاشون هم که حرف میزنم الان زبان فارسی رو حرف میزنن. دختر تبسم الان خواندن و نوشتن زبان فارسی رو در عرض 2 ماه خودش یاد گرفته، الان داره دایجان ناپلون رو میخونه، کتاب تاریخ میخونه. چه اصلا من حیرت میکنم و این بچه ها علاقمند هستن. من فکر میکنم که کاری که میتونیم بکنیم همینه که با فرهنگ و با گذشته خودمون ارتباطمون رو قطع نکنیم تا اونجایی که میشه. دقیقا داشتم به نامهایی که یا نام بردی در واقع فکر میکردم، مطمئن نیستم نام ایرج روشنزاده رو هم گفتی؟ اتفاقا میخواستم همینو به شما بگم. من چند تا نام دیگه داشتم از همکاران در تلویزیون، چون از بس با هم دوستیم یادم نه نه نه, نه همینو میخواستم بگم که من غیر از گویندگان رادیو در این سالها با چند نفر از همکاران تلویزیون آشنا شدم. روشنزاده ایران در رادیو هم بود؟ آقای روشنزاده صداش همزمان در برنامه ها گزارش های رادیویی در که پخش میشد، که آقای بهمنش و ایشون بودن، از رادیو هم پخش میشد از اون طریق. ولی اصلا در خبرگزاری پارس کار میکرد؟ نه من از اون بابت اطلاعی ندارم، ولی از کار ورزشیشون اطلاع دارم. ولی خب من بله با آقای ساسان کمالی، اسماعیل میرفخرایی مرحوم فرخزاد و آقای متوجه و خیلی از گویندگان تلویزیون، ولی خب میدونید که آقای فریدون فرهندوز دوست عزیزمون، کنگرلو همه اینا، و آقای روشنزاده که دیگه دوست نزدیک و مشترک هر دوی ما هستن، که بله دیگه آدم وقتی که بیشه هرچی نزدیکتره دیگه فکر میکنه اون از چون تو قلب خودشه، تو قلب همه هست. بله متاسفانه وقت ما تمام شد. این توضیح رو به بینندگان باید گفته باشم که ما معمولا تمام برنامه رو در یک نوبت فیلم برداری میکنیم و تهیه و هر هفته یک بخشش رو پخش میکنیم. خانم پژوهش، صمیمانه از شما ممنونم. نام ها و یادهایی رو گفتید که برای من بسیار با ارزشه، جدا از این که خودتون میدونید که چقدر برای من عزیز هستید و شخصیت بارزش. متشکر هستم که منو در این روزها و برای این منظور به خصوص انتخاب کردید، لطف کردید، زحمت کشیدید، همطور از آقای فرشاد تشریف آوردید. خیلی خیلی ممنون هستم. با تشکر و به امید دیدارهای بیشتر.